گلش که کدو باشه معلومش خورشتشم، خورشت کدوی خوشمزه، خورشت کدو با گوجه سبز. وقتتون بخیر، امیدوارم ایام به کامتون باشه. باز اومدم خدمت شما با یه خورشت بهاری تابستونی که با کدو درست میشه و البته نمیدونم شما به این میگین گوجه سبز یا بهش میگید آلوچه. برام کامنت بنویسید که شما چی صداش میکنید. حالا من خودم میگم گوجه سبز. این خورشت خیلی خوشمزه با کدو و گوجه سبز. کدو رو من، هر کدو رو سه تا برش زدم، یعنی کدو که این شکلی بوده سه تا برش زدم. کدوهای من هم کوچیک و جوون بودن. توی تابه که روغن ریختم توش میچینم تا سرخ بشه. هر دو طرف کدوها رو قراره با همه رو سرخ بکنم. هر دو طرف، هر وقت یه طرفش سرخ شد برمیگردونم سمت دیگه‌ش هم سرخ بکنم. یه پیاز متوسط هم دارم که نگینی خوردش کردم، تو تابه داره سرخ میشه. میگم یه خورده پیازم سرخ بشه، بعد روب بهش اضافه میکنم. دو قاشق غذاخوری پر بهش روب اضافه میکنم و روبم حتما با پیازا تفت بدید. این باعث میشه هم خامی روبتون گرفته بشه، طعمش بهتر بشه و صد البته رنگ خورشتتون خوش رنگتر بشه، خورشتتون خوش لعاب بشه. در واقع اجازه میدم روبم باهاش تفت بخوره. من جای کدو پیازم عوض میکنم تا کدوها زودتر سرخ بشه. کدوها یه بری سرخ شده برگردونم، میگم رو برم خوب کرد خورده. توی مرحله من گوشتی که داشتم تقریبا 1.2 کیلو گرم گوشت قرمز که پختم آماده است میدیدم داخلش. یک کوچولو باشون تفت میدم با پیاز و رو برم. گوشت گوسفندی استفاده کردن که تب گرم و خوشمزه، یه طعمش هم که فوق العاده خوشمزه تره نسبت به گوشت گوسفندی. اجازه میدم یه خورده گوشتام تفت بخورن و ادویه هایی که دارم نمک، زردچوب، زنجبیل، پودر سیر کمی و فلفل قرمز، این فلفل سیاه هم اضافه بکنم. ادویه هم میریزم داخل خورشم و خمش میزنم که گوشتام یه تفتیر خورده باشم. من گوجه سبزه که قراره توش بریزم و این شکلی برش دادم. روش برش دادنه این گوجه سبزه رو یه از این قسمت برش میدم و برمیگردونم سمت دیگرش. این قسمتشو استفاده نمی کنم، فقط این همین دو قسمت اطرافش و این قسمت نازو که توش هم هسته داره رو ازش جدا کرد. کدو هم که سرخ شدن منتقلش میکنم به تابه مادرم و دوباره سری بعدی کدوها رو میچنم داخل تابم تا سرخ بشن. اینا رو میچنم که دمای تابه خورده بیاد پایین. کدوها رو دوباره میچنم داخل تابه و زمان میدم هر دو طرفش سرخ بشه. برنجم آبشو گذاشتم، آب کش کنم برنجم هم همراه خورشت کدو سرویس کنم. من گوشتا رو میکنم یه سمت و کدوهای سرخ شدم هم میکنم سمت دیگر. البته این کاملا سلیقه ای قرار نیست که حتما ترتیب انجام بشه، میشه یه قاطی هم بکنیم چون موقع سرو جدا جدا خشکی دیده میشه. به خاطر همین من برای ادامه کارم اینا رو قرار بریزم و آب بریزم. اجازه میدم این تابم ها سرخ بشه، اضافه بکنم به این سراغ بقیه داستان. خب کدوها رو بیفتم، هر رو سرخ کردم میفتم. آب همین گوشتایی که داشتم رو میریزم داخل خورشم. و میرم چند تا قوره داشتم، چند تا قوره میریزم توش، یه مقدارش هم نگه میدارم برای تزیینش. در
حد دو سه قاشق هم بهش آب قوره اضافه میکنم و این گوجه سبزا، یا حالا نمیدونم شما قراره برای من کامنت کنید که گوجه سبز میگید یا آلوچه، اینا رو هم میریزم داخل خورشم و در نهایت گوجه ها رو هم میریزم داخلش. در تابم رو میذارم، بهش زمان میدم کاملا جا بیفته. بعد در انتهای خورده بهش زعفران اضافه میکنم و آماده سرو. قشنگ حسابی جا افتاده دیگه، زبان قاصر از این همه خوشرنگی و خوشبویی و خوشمزگی. من زعفرانش هم میریزم، زعفران غلیظ بریزید که حجم آب زیادی توش وارد نشه. رنگش الان پس میده، زعفران خوشرنگتر میشه و برسر آماده است. من خوشگل کردن خورشت کدو و گوجه سبزم، من میام کدوها رو اینجوری حلقه های نازک برش دادم توی ماهیتابه که یه خورده تهش روغن ریختن میچینم. البته این اصلا ضروری نیست، برای خوشگل تر شدن فقط قضیه است. سرخ میکنم، این سرخ کردن باعث میشه که کدوهای خورده نرم بشن، انعطاف پذیر بشن. میخوام برای روی تزیین خورشتم گل روز درست بکنم با که برگه های کدو. این باعث میشه که من بتونم راحت اینا رو پیچ بدم، فقط صرف هم برهنی دهده، البته این قسمت ضروری نیست. من سرخ میکنم هر دو طرفشو و باهاش گل درست میکنم. همین این گل خوشگلم با کدوهای سرخ شده درست کردم و خورشت کدو و گوجه سبزمون آماده شده. روش که مقداری زرشک ریختم برای خوشگل شدن، چون ترکیب رنگ سبز و قرمز یه رنگ فوق‌العاده‌ایه. نظراتتونو پیشنهاداتتونو در مورد غذاهای جدید و غذایی که درست میکنیم منتظرم که با ما در اشتراک بذارید.